سلام هموطنان عزیزم، امیدوار هستم هر گوشه افغانستان و جهان زندگی میکنین، همیشه سرسبز باشین و از گزند روزگار در امان باشین. خداوند از هزاران با سپاسگزار هستم که یک بار دیگر را لایق دید تا حیات ببانیم، تا بر بگردیم به خدمت هموطنان عزیز ما. امیدوار هستم که هر گوشه دنیا زندگی میکنین همیشه سرسبز و خرم باشین و تا عبادتایتان بنده حقیر فقیر فراموش نکنین. خوشبختانه که ما و سیارجان انوری امروز به کابل آمدیم، به نایه هفت دوغابات آمدیم به تهیه گزارش. بیننده برنامه ما باشین، با هموطنان ما گفت و شنود می داشته باشیم در مورد وضعیت اقتصادیشان، در مورد کاروبارشان، در مورد فصل بهار است، با دکاندارا مصاحبه می داشته باشیم. بیننده برنامه ما باشین. بسیار تشکر هموطنان عزیزم، ما در دوغابات قرار داریم. اینجا با یک هموطن ما می خواهیم که بیشتر بدانیم که دوغابات یعنی چی، در نایه هفت بپرسیم که کاروبار میکنن، مصروف چی هستن و چی مدت زمان میشه کار شروع کردن. سلام، وقتتون بخیر. سلام علیکم برای شما، عرض ادب دارم برای شما. بسیار تشکر. اسمتون؟ اسم من محمد زاهر. کاکا جان، میشه بگویی که چه مدت زمان میشه که اینجا کار میکنی؟ ما در طول 3 سال میشه که ما این کار آغشته کردیم. بسیار خوب. دوغابات اینجا پیش میری رشخور از باز؟ آه، پایین تر میری رشخور میه، آخرش فامیلی هست. بسیار خوب. چطور است کار و بار فعلا؟ فعلا خدا مهربانه دیگه، چاره نیست. امیر قمان که بچله شکر میکشیم، از این بابات شم شکر میکشیم. کارا بهتر شده یا رو به خرابی است؟ بله بهتر، بهتر خود نشده، نه خرابی است نه بهتر شده، خودم یک سیستم مانده دیگه. قند دلار هم پایان آمده، نرخ چطور؟ نه خیر، دلار پس 95 رپا شده. تو کار جرم است، چرا دولت توجه نمیکنه؟ دولت دیگه این دولت ما در ویسه دولت چیز گفته نمیتونم. پدر من خودم غریب کار هستم، او در دست از واسه، در دست دولت و در دست تجار است. اول در دست تجار است، دومیش در دست دولت است. دیگه ایره خودشان میفهمه او کارشان، ما خود یک غریب کار آدم هستیم. امیدواری ها هست که در فصل بهار نرخات دوباره ارزان شوه و فقر اقتصادی در افغانستان بهتر شوه. خدا میروان از اگر کوشش کنه امارات اسلامی امشالا که یک چیز میشه دیگه، توکل من به خدا. پیامتان هم میداشته باشیم آخر پیام ما خود نمیز که یک سلا رو میبیارن به خیر آوردن، کمی آرام باشیم، یک لغمنان پیدا کنیم، یک جای کار و وظیفه. دی کراچیونی خود نمیشه که ما بگویم دی کراچیونی، ما روز ما تیر میکنم یا که چهار تا که اولادم یک کار و وظیفه ما را بتا خوش میشیم ازش، یک پروژه مروژه را روی کار کنه که دزدکار شویم. بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما قند. قربانتان. بیننده های عزیز تشکر میکنیم از کاکای قند. بیننده برنامه ما باشین، ما با هموطنان ما گفت و شنود می داشته باشیم، ما را تعقیب کنین. هموطنان عزیزم، ما به دوغابات به تهیه گزارش آمدیم، خوشبختانه که با یکی از کتاب فروش ها گفت و شنید داریم. هموطن عزیز سلام، خسته نباشید. بخیر باش، جورت صحت خوبه، قرار بقره خوب خواهد. تشکر. اسمتان؟ قاری اشمن. قاری صاحب، چه مدت زمان میشه دکان داره؟ یک 5 سال میشه. خب بسیار خوب. چطور از فروشات دان؟ والا سابق خوب داله نیست کارو بار. با آمدن حکومت امارات اسلامی کتاب های دینی بیشتر خرید فروشش بیشتر نشده؟ بسیار کم شده، هم کتاب قیمت شده هم کم شده خرید فروش. فعلا بهار پیش رو، انشالله مکتبات بالت عادی شروع میشن. شما آمدگی گرفتین؟ بله آمدگی داریم، خود دل مانم بشه که مقدام ادم. نرخ چطور از قاری صاحب خرید فروش کتاب؟ سابق بود یک دانه کتاب همه 18 رو پا، حالا میاد 45 رو پا. یک چیز هم وطنهای ما بپرسیم، ساخت کتاب ها در افغانستان چاپ میشه یا از کشورهای بیرون میه؟ هم در افغانستان میشه، هم از پاکستان میه، از ایران هم میه. هم کتاب های دینی هم کتاب های مکاتب چطور؟ کتاب های مکاتب هم همیجا چاپ میشه، هم پاکستان چاپ میشه. از دیدتان کتاب هایی که به معرف توزیع میشه چاپ بیرون از افغانستان است؟ اوجا هم از بازی بهتر چاپ میشه در خود کابل. دقیقاً. یک کتاب صنف 3 به یک شاگرد صنف 3 دانگکی دانه چند مه؟ دانه 50 رو پر. بسیار بلند نیست؟ هست هست. کتابچه و گپا چطور است نرخش؟ کتابچه سابق نمید یک کرتنش 12.5 الی 14 حالا می 18 هست. بهار پیش رو احتمال داره که نرخ دوباره بالا تادی بر بگرده و جوانا و نوجوانای ما دوباره به تحصیلاتشان بر بگردن، چون میدانن افغانستان زیر فقر اقتصادی قرار داره.
حالا خدا مهربان است دیگه، توکل به الله دیگه. پیامت به کسایی که قیمت فروشی میکنن، گران فروشی میکنن در این موسم زمستان چیز قاری صاحب؟ ظلم نباید بکنن، به خاطر که ما مسلمان هستیم ظلم نباید بکنیم. بسیار زیاد تشکر قاری صاحب، پیام داشته باشین میشتم. بخیر باش. هموطنان عزیز ما را بیننده باشین، گفتشونید با امرای وطن نارای ما می داشته باشیم، بیننده برنامه بابا باشین. کاکا سلام. سلام علیکم. اسمت دان؟ اسم خالق داد. خالق داد کاکا، چی کار میکنی؟ اینه کراچی مانا چی را؟ چی مدت زمان میشه؟ اینه می 3 ماه 4 ماه میشه کنیمی. پیش از او چی کار میکدی کاکا؟ پیش اینجا ملازم بودیم در لوگر مو. وطن کجاست کاکا؟ وطن لوگر. چطور شد با سقوط کردی؟ تقاوت کردیم خلاص شد. خوب از سقوطی ها را میگیری؟ نه کجا گرفت؟ نگرفتیم. از 1400 نگرفتی؟ نه. از 1399 را گرفته بودی؟ چند داشتی تقاوتی در ساله؟ در سال 3000. جوانی مصرف چی بودی؟ چی خدمت کردی؟ چی کردی در طول 3 سال؟ جوانی کنی شده کار تیر شده در زندگی دیقانی و مزدوری نمیخوری که 3 سال در دولت چی کاره بودی؟ از چی تقاوت کردی؟ در ملازم بودیم در مکتب. سال چند میده تقاوتی؟ 5000. فعلا چطور از وز چند پیداگر هستی؟ حالا هیچ پیدا نمیشه، از 60 روپه 50 روپه پیدا میشه. خانه از خودت از کجا خریدی؟ اینجا کرایشتم. چند کرا میدی؟ 4000. قبلا در زمان پیشین خوب بود، حالا وضعیت چه قسمت؟ خدا مهربان است که خوب شود دیگه. خدا مهربان. بهار پیش رو خوشبینی ها بیشتر است که وضع اقتصادی بهتر میشه. دید شما چطور؟ خدا مهربان است که خوب شود دیگه. باز از دیگه خوب. این چند سال تیر شد و نمیتونه عمرتان چند سال است؟ عمرت ما در 67. در 67 سال بزرگترین خاطره خوشتان چیست کاکای قند؟ میشه با بیننده های ما شریک بسازید؟ بله. خاطره خوشتان در 67 سال چیست در طول زندگیتان؟ زندگی خودمی زندگی از تیر میشه، روز از تیر میشه، بگاه میشه، صبح میشه، نمیتونه تیر میشه. گذشت یا خواب و خیال بود؟ آمدنی هم نیست. آمدنی نیست. خداوند عمر طولانی، عمر دراز، عمر پر برکت نصیبت کنه. پیام تا می داشته باشیم با هموطنان ما. زنده باشی، تشکر. پیام داشته باشی با هموطنان ما. بله، آخ زنده باش. بخیر باشی. هموطنان عزیزم، 67 سال عمر گذشت. کوشش کنین تا عبادت ها را فراموش نکنین. دنیا دنیای فانی است. ما و شما یک روز از دنیا میریم و این دنیا به کس وفا و بقا نداره. امیدوار هستیم در فصل جوانی جوانای عزیز ما از جوانی خود استفاده درست کنه، پنج وقت نمازا را بخونه و جماعت گیر کنن و خوشا به حال نسل جوان که در جوانی طاعت عبادت پروردگار میکنه. بیننده برنامه ما باشین، ما گزارش ما ادامه داره. بسیار تشکر کاکای قند. اسمتان؟ اسم نجیب الله. نجیب الله قصاب از دو قابات هستم، بیادر قند دیگه اینا میجا بوده باش داریم. کاکا جان چه مدت زمان میشه قصابی دارین؟ تقریبا دیگه ما از میراث داریم پدری، از ما افش قصاب هستیم دیگه، دیر وقت میشه در منطقه هستیم، سابق دشار بودیم، حالا میجا آمدیم. از خودت چند سال میشه از قصابی؟ از خودم دیگه از وقتی که تولد شدیم. نام خدا خوب تایید تو جاندار و تندرست هستیم. آه زنده باشه قصاب. چطور از نرخ گوشت؟ والا دم میشه روز بسیار کش کده بازارها، یکمک بلند شد، سابق خود به یکمک بتا بود حالا بلند شده. گوشت سرخی کیلو چند است؟ سرخی کیلوش 460-50. استخواندار 400 گوساله. گوسپند چه رقم؟ گوسپند کیلو 4900. گوشت مرغ؟ گوشت مرغ کیلو 200 مایچه، به خاطر که دلار بالا. یخ زدگی؟ یخ زدگی ها، گوشت تازه فقط 130-140 روپر سایی که 200 سایی که خیلی بلند نیست؟ بله بلند شده، دلار بالا رفت، این نرخان بالا رفت. دلار چند روز پیش پایان آمده بود، فعلا دوباره بلند رفت. چرا اینقدر تغییرات در این روزهای معدود؟ تغییر زیاد دلار که تا بالا میشه دیگه، شرکت ها از گای تا میکنن گای بالا دیگه، از می گوش خارجی گفتن نمیتونم دیگه. کل چیز به دلار رب داره خرید فروش؟ نه نه، از مال ما خوب افغانیست، می گوشت چیزا کلش به افغانیست، فقط این گوشت مایچه و چیزا کس یا سینه مرغ اینا به دلار است. بسیار خوب. ایرم بگوین که چطور از فروشات فعلا؟ خوب است که فعلا خدا مقصدم یک تقبق میکنم، روز تیر میشم. از هیچ کده خوب است. روز یک ده سیر سودا میکنم؟ نه نه، وقت نمیشه، یک پنج سیر شای سیر میشم. تنها خود دستی دکان؟ نه، بچه ها شاگرده همیم هست. کرای دکان چطور از این موسم بیکاری باز؟ والا کرای را کمک زیاد بدار، دکان داره کمک مراحت کده کم شده.
بیشتر هموطنهای ما شکایت دارم میگه قصابای ما غیر استخوان ما میده چطور گفت؟ بله میگه قصابی خوب به تقسیم است میگه پاچه های عدالت قصابی به تقسیم دیگه و تقسیم که نتی باز مشکل میاد مشتری ها خاص با چیز والا کلگی میگه خوبش میگه یکی نمیگه گوشت خراب بتم هر کس میگه خوبش ما به تقسیم سودا میکنیم همیجا هموطنان ما گفتن دینمیجا قصابی خیلی معروف و مشهور است از دید شما یک قصاب خوب که بیشتر مراجعین جذب کنه با خود چی موارد باید داشته باشه با خود فقط اخلاق هر زن بتا فقط اخلاق بخواه هیچ دیگه یه چیز اخلاق کنم اونو مشتری خودش پیش میاد دکانداری با اخلاق است دقیقاً بدون شک اما درست که ماشاءالله خود شما بیشتر ما بخیر سیکو ما خدمتگار با این مردم هستیم دیگه چطور کنیم ما از هر رژیم که بیام قصاب هستیم بسیار تشکر کاکا خان من حیث پیشنهاد راه حل به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان پیشنهاد شما به حکومت فعلی چیز والله هیچ چیز نیست فقط اینمی آرامی را کار داریم ما هیچ چیز کار نداریم این پیسای مجمد ما را ایلا کنه دولت امریکا هیچ کدام مشکل نیست کلی کار بار میکنه شکر الحمدلله بسیار تشکر تشکر از خودتانم هموطنان عزیزم بسیار زیاد تشکری میکنم از کاکای خند ما که واقعا خیلی موارد خوبی را اشاره کردن بیننده برنامه ما باشین برنامه ما ادامه داره هموطنان عزیزم دوباره برگشتیم خوشبختانه که موسم بهار یا سال نو هم نزدیک است طبعا نامزاددارا به خاطر جلیبی به خاطر مایی به خاطر بعضی چیزا به شهر و بازار میبرایند برادر عزیز سلام وقتتون بخیر سلام لالا خوب هستی سعادت خوب است بسیار تشکر اسمتون اسمم شیر آقا شیر آقا جان چه مدت زمان میشه که مایی سودا میکنی تقریبا این یک مدت 3 سال 3 و نیم سال میشه بسیار خوب چطور است فروشات مایی خوب است شکر است خوب است سات ما تیر است دیگه کاروبار خزه ای چیز نیست خوب بازم شکر خدا خوب است کیلو چند است برادر رقم مایی سینی هاش است 250 یا 300 مایش هم 300 چند رقم مایی سینی رقم بسیار خوب بیشتر کنام مایی خوبش است مایی بیشتر مایی کراس خوبش است دیگه سلوار خوبش است سلوار کلان گوشت شیرین داره خورای کلان داره کنامش بیشتر قیمت است همی کراس قیمت است کراس قیمت تر می آید زیادتر مایی از کجا می آید؟ مایی یا تو خب در افغانستان فارم نیست مایی ها کلش فارمیست است از طرف پشاور پاکستان می آید نگه در جلال آباد هم است دیگه تو فارم کلان نیست که چرا در سالهای اخیر فارم جور نشد به مایی؟ دیگه البته جایش ندارن یا یخ می زن از پیششان مقصد صحیح چی نمی تانن دیگه طعم مایی از افغانستان به نظیر از سطح منطقه و جهان درست است؟ نه از پاکستان خوب است به خاطر که مسائلش خوبش است دیگهش خوبش است از افغانستان وطنی منظورم بود فارمی نبود نه وطنی مایی وطنی خوبش است از افغانستان بالاست مایش بسیار خوبش است مایی وطنی پیدا نمیشه کلی فارمی سایی در فصل سال نو نزدیک است بیشتر نامزاددارا میبره توانش داره نداره ازی بگو شیر آقا جان ولی توانش بسیاری داره بسیاری نداره بسیاری که نداره کم میبره آروسی کدی خودت؟ نه خیر برو اینا دل جمع مایی خواهد کریم بخیر مایی جلیبی دیگه چی میبرن؟ مایی جلیبی کلچه دیگه میوه میبرن کم کم فصل بهار نزدیک است انشالله ما شما نزدیک میشه ما اساسا به سال نو از دیدت وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد؟ یا خدا میروان از مردم خود میگه دیگه به شک توکل به خدا دیگه شاید شوه در این روزا کاروبار شما رونق گرفته مراجعین خود دارین فروشات خود دارین چقدر از کارتان راضی سن شیر آقا جان از پارسال که ضعیف است خب بازم شکر خدا خوب است نسبت به بازار شهر و بازار که میبینیم کاربار ما خوب است تا چند بجه شب باز میباشه تا 8 بجه هستیم تازه تازه مایی پخته میکنه آه دیگه مایی تازه میاریم مایی خراب کهی میکنه بیرم بگوین که در یک روز چند سیر سودا میکنه در یک روز یک و نیم کارتن دو کارتن میشه دیگه حالا وقت سیزن سال نو است دیگه حالا دو نیم کارتن سه کارتن میشه مکتب هم خوندی خودت؟ بله ها رشته تحصیلی تان چیز؟ تا صنف در خوندیم از او بالا نخوندیم ورزش هم میکنیم؟ ورزش میکدم حالا نمیکنم پیامتان به هموطنان؟ پیام خاصی ندارم خب همین پیام مسته که کوشش کنن که از کشور بیرون نرن در کشور خود ما باشن کشور ما را جور کنن دیگه کدام پیام خاصی ندارم بسیار تشکر عزیز دل قابلش نیست خیلی هموطنان عزیزم ای بود گزارش نایه هفت شهر کابل دوغ آباد که با هموطنان عزیز ما با دکاندارای عزیز ما با
هموطنهای ما گفت و شنیده داشتیم در مورد کار و بار، در مورد وضعیت اقتصادیشان، در مورد پلانهای بعدی کاریشان. امیدوار هستم که برنامه جلب توجه شما شده باشه و شما بیننده برنامه ما بوده باشین. تا برنامه های بعدی که ما و سیرجان انوری بازم به یکی از گوشه های کابل میریم گزارش ثبت نکنیم، تمامی شما را به پاک پروردگار می سپاریم. امیدوار هستم که در تمام مرور زندگیتان شادمانی، کانگاری، پیروزی نصیبتان شود. اوقاتتان خوب و خوش. تشکر.